سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان. وزارت مالیه میگوید یک تعداد کشورهای همسایه میخواهند که افغانستان به سوی تولیدی شدن نرود و مانع سرمایه گذاری های بزرگ در افغانستان میشوند و حکومت افغانستان تلاش دارد که افغانستان را به سوی تولیدی شدن سوق دهد و هر افغانی که سرمایه گذاری میکند همه سهولت ها را برایش فراهم خواهد کرد. حکومت برنامه منظم برای صادرات میوه ندارد. شماری از میوه فروشان و باغداران میگوید نبود بازار برای فروش میوه های تازه در فصل میوه سبب شده که میوه هایشان را به بهای ناچیز به فروش برسانند. در همین حال وزارت تجارت و سرایی از افزایش بازار برای فروش میوه تازه خبر میدهد. و اینجا برای بحث بیشتر مزمل شنواری معین پیشین وزارت تجارت و صنایع افغانستان با ما هستند. و آقای شنواری سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. سلام بخیر باشه. زنده باشه. آقای شنواری دقیقاً علت چی است که در 15 سال گذشته حکومت نتوانسته که مشکل مارکت میوه تازه رو در افغانستان حل بکنه؟ تشکر زیاد. ما یک مشکل عمده در 15 سال داشتیم که این مشکل واقعیت، یا اگر ما بگیم که ما همیشه در حالتی بودیم که عکس العمل نشان میدادیم، هر وقت یک پلان مشخص نداشتیم که ما بتانیم که به هر موضوعی که در مورد تجارت باشه در بخش های مختلف باشه که او را روی کار بگیریم. این همین مشکل ما در صادرات هم داشتیم. همیشه کوشش کردیم که صادرات ما زیادتر شوه. اداره انکشاف صادرات به وجود آمده در چوکات وزارت تجارت که این اداره وظیفه شانی بود که برای صادرات کار کنه، ولی بدبختانه تقریبا 2.5 سال میشه که این اداره رئیس نداره که یک مشکل کلان خود داخل وزارت است. در عین وقت همیشه از طرف حکومت یا از طرف دونرها یک سلسله مسائل می باشه که حکومت باید مصروف شوه، ادارات دولتی باید مصروف شوه که اونمو را انجام بده. یک وقت میایه که باز میشه که نه، یک مسئله دیگه آلی رسید، آلی چی کنیم. ما این مشکل سابق هم داشتیم برای صادرات میوه. یک مشکل اولی بود که وزارت زراعت نمیتونه که برای ما ارقام دقیق تر بده که به طور مثال ما چقدر تولید انار داریم، ما چقدر تولید انگور داریم، ما چقدر تولید خربوزه و تربوز و میوه‌ای که ما داخل افغانستان تولید داریم. این مشکل اول است که ما نمیتونیم، وقتی که ما ارقام دقیق تر نداشته باشیم هیچ وقت وزارت تجارت نمیتونه که بازاریابی خوبتر کرده بتونه در خارج و در بازارهای مختلف. دوم، همیشه که سیزن میوه ما میه یا مشکلات ما از کشورهای همسایه میبینیم، بالخصوص از پاکستان و ایران، چون اونا تعرفه را سر میوه ما بالا میبرد سابق که اون مشکل ما چند مرتبه هم رایشان مطرح کردیم. باز در آخر که چون در اصول تجارت بین المللی یا در موافقت نامه ساحه آزاد تجارتی جنوبی آسیا که ما داریم، اونا نمیتونن که تعرفه را بالا ببره. با او اساس بعد از اینا یک بازی دیگر کردن که قیمت بالا بردن که اونمون قیمت مال که سر از او تعرفه میاد، تعرفه شاید اونمون 5% باشه، ولی قیمت اگر سابق اینا 10 افغانی حساب میکرد، آلی او را 20 افغانی حساب میکنه که در او کدام ممانعت نمیباشه. که این را ما مطرح کردیم و در اونمون حلم شده، مشکلات هم شده. سوم، تاجرای ما اوقدر پلان منظم هم ندارن که اونا بگن که میوه ما امسال به این مقدار ما صادر میکنم، به طور مثال به پاکستان یا به هندوستان، برای ما چی سهولت ضرورت است. خوشبختانه در آخر ما دیدیم که یک طیاره چارتر یا اونمو کارگویی که توانست که میوه افغانستان به هندوستان ببره، اگر اونمو قسم ما بتانیم که کارگو داشته باشیم و منظم تر باشه، چون یک پرواز شد آل دیگه معلوم نشد. سابق ما در طیاره پسنجر پلین یا در طیاره که مسافرین هم میبرند او در حدود تا 2 تن صادر میکردیم که این مسئله بود، ولی باز همراه های زمینی برای ما بسیار مهم است. راه ترانزیتی به هر صورت باشه ما باید سرش کار کنیم که بالخصوص از طریق پاکستان که ما بتانیم از طریق راه زمینی به هندوستان وصل شویم، چون راه هوایی قیمت تر میباشه و مشکلات خودم داره. راه زمینی آقای شنواری، سفرهای اخیری که شما به پاکستان داشتین دقیقاً چقدر توانستین که این چالش ها را حل بسازین؟ ما کوشش کردیم که در این مسئله ارتباط مردم با مردم غیر بیرون از چوکات دولت، چون یک سال میشه که دولت کار نمیکنیم، ما سفر داشتیم همراه دوستای پارلمان و از جامعه مدنی، کوشش کردیم که زیادتر سرینمی مسائل بحث کنیم. یک سلسله مشکلات خود حکومت پاکستان داره که اونا زیادتر وعده سپردن که اون رو حل میکنه، ولی مشکلات از طرف ما هم است، بالخصوص کوتاهی در مسئله تعقیب موافقت نامه اپتا که فیصله شده بود که ایرا باید از سر بازنگری صورت بگیره و سر از او بحث شود، ولی بدبختانه اینمی سند تا حال
حال امرای حکومت افغانستان مانده، این پیش نرفته که سر از او بحث آغاز شود و بحث سر اینمی موافقت نامه بر افغانستان لازمی است. او اگر افغانستان نمیخواد که اینمی موافقت نامه تمدید شود یا بازنگری شود و میخواد که از طریق سازمان تجارت جهانی پروسه را پیش ببره، با او در او صورت باید نماینده ما در سازمان تجارت جهان باید این مسئله را امرای پاکستان مطرح کنه و اگر اونا راه حل برشان پیدا نمیکنه، مجبور هستیم ما که به پروسه حل منازعات سازمان تجارت جهان بریم که در اون مورد ما میتونیم که سر پاکستان فشار بیاریم. در غیر از او مشکلاتی از پاکستان هم میخواد که تجارتشان چون بسیار زیاد کاهش یافته، شاید امسال تجارتشان کمتر از 1 میلیارد دلار باشه که تقریبا 5 سال قبل ایده حدود 2.5 میلیارد دلار بود. یعنی به او اساس پاکستان هم میخواد که مشکل حل شوه و سر بیلانس تجارتشان اون متاثر منفی که داشتن او را پس از بین ببره. به او خاطر اونا کوشش میکنن ولی کمی از طرف ما مشکلات است و کمی از اون طرف است. به او خاطر ما نتوانستیم که بین خود بشینیم. مسئله دوم، دو دفعه حکومت افغانستان هیئت پاکستانی را دعوت کردن ولی وقت با ما که برای پاکستان صحبت کردیم اونا گفتن که برای ما وقتی بسیار کم داده بودن که آمادگی گرفته نمیتونستیم، به او خاطر نامدیم. ولی دو دفعه حکومت پاکستان وزیر تجارت افغانستان هم دعوت کرده بودن که وزیر تجارت ما هم نرفتن. به او اساس یک ضرورت در اینجا است که باید مردمای تکنیکی و حتی وزیرای سکتوری باید بین خود بشینه و این مسائل حل کنه. تا وقتی که ما صحبت نکنیم، تا وقتی که مذاکرات نداشت باشیم، ما نمیتونیم که مشکلات اساسی تجارت ترانزیت حل کنیم. خب آقای شینوری، عضویت ما در سازمان تجارت جهانی دخن امسال چقدر میتونه از این چالش ها را حل بسازه یا هیچ پلان در نظر نیست؟ این خو زیادتر اتکا داره سر حکومت ما که چقدر اونا میخواین که از او استفاده بگیرن، چون او یک بحث بسیار وسیع است. اگر ما بخوایم در هر بخش از او استفاده کرده میتونیم، یک بخش عمده ترانزیت است که ماده 5 موافقتنامه گاٹ که اساس سازمان تجارت جهان مانده، او سر فریدم آف ترانزیت یا آزادسازی ترانزیت صحبت میکنه که بین کشورها باید سر ترانزیت ممانعت نباشه. فعلا افغانستان هم عضو است، پاکستان هم عضو است، هندوستان هم عضو است. پاکستان نمی تانه که مانع ما شود که به هندوستان بریم و مانع هندوستان شود که به افغانستان بیاید. به او اساس وقتی که اگر این مشکل ایجاد میشه، پروسه حل منازعات است که او را باید ما تعقیب کنیم و این نه تنها افغانستان را باید پیش ببره، باید مشوره شو امر هندوستان و مشترکاً با هندوستان ما باید به حل منازعات بریم که این مشکل حل کنیم. در پهلوی دیگه سر تجارت دو جانبه، هر مشکلی که کشورهای عضو ایجاد میکنه برای تجارت دو جانبه، ما میتونیم که از سازمان تجارت جهان استفاده کنیم و این مشکل حل کنیم. ولی تمام مسائل زیادتر تمرکز داره سر دو بخش. یک، نماینده ما در خود سازمان تجارت جهان که او چقدر در اوج فعال می باشه و چقدر در جلسات کمیته تکنیکی سهم میگیره، و دوم در خود وزارت تجارت که بخش WTO ما و بخشی که من حیث ارتباط با وزارتخانه مختلف است که اونا چقدر آمادگی میگیره که بتونه نماینده ما را معلومات کافی بده که او در سازمان تجارت جهان. شینوری، شما دقیقاً آمادگی ها را چگونه میبینین؟ شما فعلا ما اگر ببینیم بدبختانه ما نتونستیم که زیاد تقریبا حدود یک سال نماینده خود روان کنیم. نو نماینده ما رفتن، یعنی تا حالا ما از این فرصت نتونستیم استفاده کنیم. نه خیر، نو نماینده ما در اوج است که او سابقه خوب داره، در اتاق تجارت بود قربان حق جو. ما امیدوار هستیم که او در این مسائل در خود سازمان تجارتی جهان تعقیب کنه و این پروسه را پیش ببره. تشویش ما از زوج نیست که در اوج ما نماینده ما از چقدر او اشتراک میکنه جلسات. تشویش ما از داخل خود کابل است که ما در کابل چقدر آمادگی داریم، چون سازمان تجارت جهان تنها بحث تجارت نیست. هر چیزی که ربط داره به تجارت، او تجارت در کالاها باشه، تجارت در خدمات باشه و ملکیت های فکری داره، چقدر ما آماده هستیم در داخل کابل و بالخصوص وزارت تجارت. ولی ما اگر فعلا میبینیم یک سلسله مشکلات در داخل وزارت هم است که ما اون مقدرهایی که زیاتر در این بخش کار کرده بودن فعلا وزارت ترک کردن و اینا فعلا زیاتر کوشش میکنن سر ارتقاء ظرفیت افراد نو که در داخل وزارت آمده و از اونا استفاده کنن. به او اساس ربط دو اداره، نمایندگی ما در جنیوا و خود در کابل، که چه قسم بین خود مانگی داشته می باشه تا حالی نبودن، ولی امیدوار هستیم که بهتری پیدا کنه با مرور زمان، چون برای ما یک پروسه نو. آقای شینوری، به نظر شما این مانگی ها برای آینده به میان خواهد آمد؟ و دقیقاً همواره گفته میشه که حکومت برنامه‌ریزی مشخص نداره. به نظر شما چگونه یک برنامه‌ریزی مشخص باید حکومت داشته
داشته باشد. چه نوع؟ در یه آخر یک استراتژی پسایل حق افغانستان به سازمان تجارت جهان از طرف شورای عالی اقتصادی و کابینه تصویب شده که در اون تمام مسائل ذکر شده. اولین بخششی است که ما تعهداتی که در وقت مذاکرات داشتیم او را به کدام طریق تطبیق میکنیم. فعلا ما یک سلسله تعهداتی که حکومت افغانستان داشت در سازمان تجارت جهان یک سال شده ما تطبیق نکردیم. در حدود بیشتر از 20 تعهد است که ما نتانستیم که در سال 2016 او را تکمیل کنیم. سر وزارت تجارت، شورای عالی اقتصادی و نماینده ما در ژنو باید سر اینمی مسائل کار کنه که اینمی تعهدات تطبیق کنیم. وقتی که تعهدات تطبیق کردیم ما میتونیم که دست بالا داشته باشیم در خود سازمان و هر مسئله را که مطرح میکنیم که اعضای سازمان تجارت جهان او را بشنوه و در او امرای ما کمک کنند. آقای شنواری، باز هم آیا حکومت تا حالا همچو برنامه‌ای داشته زمانی که تولیدات و صادرات بلند میره برای نگهداریش هم جای داشته باشه یا تا حالا وجود نداره؟ یک مسئله بالعموم تولیدات ما اگر ببینیم وقتی که امنیت خرابتر میشه هیچ کس بسانی نمیخواد که سرمایه گذاری کنه داخل افغانستان و این یک مانع کلان است. دوم، اداره عیسی را مدغم کردیم ولی بدیلش نیافتیم. درست است بخش جوازا مدغم شد، یک جواز تشبث شد که مشکلات یک سلسله تجار حل شد، ولی در بخش خود تشویق سرمایه گذاری، در بخش ریسرچ و تحقیق در مورد سرمایه گذاری، در بخش مطالعات که ما کدام بخش چقدر مسائل داریم که برای مردم یک سند خود ما پیش کرده بتانیم که به طور مثال ما به این مقدار تیل داریم در داخل افغانستان، شما نفت داریم، بیاین سرمایه گذاری کن. ما در این مقدار به طور مثال آهن داریم یا طلا داریم یا این بخشا. در این بخشا ما باید زیادتر کار کنیم. وقتی که آمادگی داخلی یا هومورک داخلی ما نکرده باشیم ما نمیتونیم که خارجی ها را بگیم که بیاین در داخل افغانستان. در این وقت یک سلسله مشکلات دیگری هم داریم که موانع سرمایه گذاری است. ما در آخر دیدیم که حکومت برای شرکت الکوزه زمین دادن که اونا در حدود 350 میلیون دلار سرمایه گذاری کنه در افغانستان در این وقتی که هیچ کس نمیه، ولی بدبختانه پارلمان رو مسترد میکنه. شنوری امروز هم گفته شده که حکومت برای سرمایه گذاران سهولت های خیلی خوب را ایجاد خواهد کرد. به نظر شما این حرفا چقدر عملی میشه و تا حالا چقدر سهولت ها برای بازرگان افغان توانسته که برای سرمایه گذاران فراهم بشه؟ ما چند مشکل عمده داریم که امیال هم سرمایه گذارا و تاجرها از او شکایت داره. یک مشکل عمده ما مالیات است، چون مالیات ماهوار، ربوار و سالانه راپور میگیره از هر سرمایه گذار و هر تاجر. اگر اونا راپور نده سرش جرایم میایه که جرایم فوق العاده زیاد می باشه. این خودش یک مشکل برای تاجر است که هر ماه چطور بره در دفتر عواید و در اونجا راپور بده، تا وقتی که او راپور میده ماه دوم سرش میایه، او را که خلاص میکنه روب سرش میایه، که این خودش یک مشکل است. ما بیروکراسی را فوق العاده زیاد کردیم که این سهولت ایجاد نمیکنه، مشکل ایجاد میکنه. بخش دوم، پیشتر ما گفتم که ما کارخانگی خود نکردیم تاله که اگر سرمایه گذار میایه برای ما میگن که ما میخوایم که در بخش مترو سرمایه گذاری میکنیم. دکا آیا ما یک مطالعه داریم که مترو چقدر مصرف داره، از کدام مسیر بره، چقدر؟ وقتی که مطالعات نداشته باشیم، وقتی که ارزیابی اولی نداشته باشیم یا تخمینای اولی نداشته باشیم، سرمایه گذار نمیایه. به او یک سلسله سهولت ها آمده، بالخصوص ادغام اداره عیسا با وزارت تجارت پروسه را آسان‌تر ساختن برای سکتور خصوصی سرمایه‌گذارا که اونا میتونن در ظرف دو روز جواز سرمایه‌گذاری و جواز تجارتی رو خود بگیره. ولی بعد از او که پروسه بعدی است که مالیات است و امنیت فیزیکی است، امنیت سرمایه‌ش است، مسائل قروض است، فعلا در افغانستان. خب شنوری، چرا اکثر سرمایه‌گذاری ها بدون برنامه‌ریزی تطبیق میشه یا سرمایه‌گذاری میشه؟ چرا این گونه؟ یک مشکل عمده امرای زیادتر سکتور خصوصی ما بود که پول در افغانستان بسیار زیاد بود. در وایل و یک تعداد سرمایه گذارای ما داریم که پول زیاد داره. اونا که هر کس برش چیز گفته که دهی فایده زیاد است، اونا آمدن مستقیم اونم کار شروع کردن بدون از این که ما یک ارزیابی دقیق تر داشته باشیم. ما مثال خوبش به طور مثال در هرات داریم. در هرات زیادتر فابریکای ما در پارکای صنعتی توقف کرد، بند شد. علتش چی بود؟ اونا این ارزیابی را نکرده بود که بازار نزدیک امرای ما که ایران است و چقدر به کدام قیمت مال تولید میکنه، با صادراتش چقدر، مصرفش چقدر میه. دوم، رقابت ما امرای کمپانی کلان است، آیا ما میتونیم که رقابت بکنیم یا نه. سوم، اونمو ارزیابی را نکرده بودن که تقاضای داخلی برای نمی تولید چقدر است، قیمتش چقدر است و مردم به کدام قیمت ایره گرفته میتونه، خرید کرده میتونه. به او اساس برای هر تجارت، برای هر تشبث ضرورت ای است که باید ارزیابی پیشتر داشته باشه که به کدام ساحت ما میتونیم که پیش بریم. و بدبختانه
پول چون امرای مردم زیاد بود اونا کار شروع کردن، یک وقت میبینن که نه فایده داره و مشکلات برشان ایجاد شده، به او خاطر فابریکایشان توقف دادن. خب آقای شنواری، تا حالا ما چقدر توانستیم که در بازارهای کشورهای منطقه البته تولیدات ما مارکت خوب داشته باشه؟ ما چند تولید داریم که در او هم امتیاز رقابتی داریم هم امتیاز نسبی داریم که در او بازارای خوب داریم. به طور مثال میوه تازه ما است که هم به پاکستان میره هم به هندوستان میره، در پهلویش به آل عربستان سعودی و به امارات به این کشورها هم صادر میشه، به ایران هم میره، آسیای میانه در این کشورها میره که او را مردم میخره و تقاضای زیاد هم است. بالخصوص هندوستان برای ما در وقت که ما در حکومت بودیم تاجران میگفتن که هر چقدر میوه دارین برای ما روان کنین، در اینجا خریدار برشان است. مسئله سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی ما فوق العاده خوب بازار خوب داره، نه تنها در کشورهای نزدیک بلکه در کشورهای اروپا و امریکا ما فعلا صادرات داریم. قالین ما مارکت خوب داشتن ولی رقابتش امرای قالین ایرانی و ترکی فوق العاده زیاد است، به او اساس یک کم تاثیر سریزو کرده. میوه خشک ما بازار خوب داره ولی بدبختانه میوه تازه و میوه خشک ما تا حال به اروپا رفته نمیتونن، چون یا تاجرای ما معیارهای اروپا را پورا کرده نمیتونن یا کس کوشش نکرده که او جبرن و ای میاره را پورا کنه. زعفران ما بازار خوب داره در اروپا، فعلا ما صادرات زیاد داریم به اروپا، به او اساس ای زیادتر میشه هر چقدر که ما کار میکنیم. فعلا از قندهار یک کمپانی شیره انار صادر میکنه به کانادا که اونا بسیار زیاد دارن و خود یو اس ای دی هم رایشان کمک میکنن در پروسه انتقال، که یک گپ خوب است برای افغانستان که ما میتونیم که بخشای مختلف و سر تولیدات مختلف خود کار کنیم و او رو آماده به این بسازیم که به خارج صادر کنیم. باز هم امین، کریدورهای هوایی و دقیقا ارتباطات ما با کشورهای آسیای میانه دقیقا چقدر میتونه که روی صادرات ما تاثیر مثبت بگذاره یا میتونه که مفید واقع شه؟ کریدور هوایی خوب است برای هر کشور، خوب است، یک بدیل ما باید داشته باشیم برای اول قیمت تر است. فعلا که نمی کریدور باز شده و صادرات ما داشتیم، دهی یک مقدار پول سبسیدی از طرف خود اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا داده میشه، ولی بر امرای همسایه ما باید کریدورهای زمینی را باز کنیم. ترکمنستان یک از راه‌های خوب است برای ما، البته برای صادرات ما اونقدر چیزی نیست که به ترکمنستان ما صادرات زیاد داشته باشیم، ولی ترکمنستان ما من حیث یک رای ترانزیتی استفاده کرده میتونیم. ازبکستان برای ما بسیار مهم است، حکومت باید باز کردن رای ازبکستان زیادتر کار کنه. بدبختانه ما بگیم در 15 سال اخیر ما یک کوشش درست نداشتیم که رای ازبکستان را باز کنیم یا روابط خوب با ازبکستان داشته باشیم که از اونمو را استفاده کنیم، چون یک بازار خوب است برای ما. در این وقت خط آهن تا مزار شریف آمده و ما میتونیم که تا روسیه و حتی به اروپا از طریق خط آهن خود واصل کنیم و او اساس زیادتر کار باید سریع اون پروسه شود. از رای تاجیکستان او قدر ما صادرات زیاد نداریم، بسیار کم به تاجیکستان داریم و کمی به قرقیزستان که از او استفاده کرده میده، ولی دو رای کلانی که ایران و پاکستان سر از او ما باید زیادتر کار کنیم. خیلی خوب آقا شنواری، خیلی از میوه فروشان شاکی هستند که میوهشان به خیلی بهای ناچیز فروخته میشه و دقیقاً برای اینکه این میوه ها به کشورهای بیرون بره یا بدیل کشور پاکستان باشه، دقیقاً حکومت چگونه برنامه‌ریزی باید داشته باشه؟ تا چند ماه دیگه هم ما وقت داریم. بخش عمده در این مسئله سدخانه هاست، ما باید سدخانه های زیاد داشته باشیم. خود وزارت زراعت باید سر از او کار کنه که ما در ولایات مختلف سدخانه های مجهز داشته باشیم که ما بتونیم میوه خود در اوجه نگاه کنیم، به خاطر که اگر در سیزن خود ما ای را بفروشیم قیمتش بسیار پایین میه و یک نقص کلان برای تاجر می باشه. وقتی که اگر این نگاه شه و یک ماه یک دو ماه هم در داخل افغانستان تقاضا برای زیادتر می باشه هم بیرون از افغانستان قیمتش بالا میره. حالا به نظر شما وزارت زراعت چقدر برای تلاش ایجاد سردخانه ها کوشش کرده؟ تا یک مقدار سردخانه ها را جور کرده ولی او کافی نیست برای تقاضایی که سکتور خصوصی داره. در این وقت سکتور خصوصی باید در این بخش سرمایه گذاری کنه. مشکل عمده در سردخانه ها برق است، مسئله برق است، چون اگر ما برق عادی نداشته باشیم این بسیار قیمت است که به اساس جنراتور ما او را نگاه کنیم که خودش باز قیمتش بالاتر میره و باز قیمت نهایی میوه ما او زیادتر میشه که خریدار برشان نمیباشه. به او اساس
حکومت باید در پروسه مشارکت عام و خصوصی زیاتر کار کنه، چون تصدی ارزاق زیاتر زمینا و زیاتر گوداما داره که ازور مجهزتر بسازه و دو سرطانه بسازه با سکتور خصوصی یک جای، این میشه که یک زمینه خوب را فراهم بسازه تا میوه و سبزیجات ما دو نگهداری شود. خیلی سپاس آقای شنوری، در پایان برنامه هستیم و خیلی کوتاه میخوایم حرفای آخر شما را هم داشته باشیم. افغانستان از نگاه تجارتی هم در یک سلسله تولیدات نسبت امتیازیم داره و نسبت امتیاز ترجیحی و امتیاز نسبی داره که ما به او اساس میتانیم که صادرات خود را به کشورهای همسایه و هم کشورهای عربی که بازار خوب است برای ما و بالخصوص صنایع دستی ما و سنگای قیمتی و نیمه قیمتی ما به کشورهای اروپا و امریکا هم صادر شود که هم نفع برای افغانستان است، هم کمک میکنه برای ما در بالانس تجارت و در عین وقت تاثیر مستقیم داره سر بلانس تادیات. در اون مورد باید حکومت برنامه جدی و عملی داشته باشد. خیلی سپاس مزمل شنواری موین پیشین وزارت تجارت و صنایع افغانستان از اینکه شما در زیر بنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 44 پول، یک یورو 77 افغانی و 84 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 93 پول، یک درهم امارات 8 افغانی و 58 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 2 پول، 1000 کلدار پاکستانی 643 افغانی و 3 پول و 1000 کلدار هندی 1052 افغانی و 4. و این هم نرخ طلا. یک گرم طلای کویتی 2400 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 2350 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2430 افغانی، یک گرم طلای عربی 2390 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 1800 افغانی و یک گرم طلای روسی 1850. و این هم نرخ مواد اولیه. یک کیلو شکر 55 افغانی، یک بریارد خارجی 1270 افغانی، یک بوری برنج خارجی 2400 افغانی، یک لیتر تیل پترول 44 افغانی و یک کیلو گاز 48 افغانی. سپاس از همراهیتان تا این دم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.